آشقان راستین ایران زمین درود بر شما در این بسته خبری با دو عنوان بسیار مهم در خدمت شما هستیم به کیوس خوش آمدید دومینوی سقوط سپاه در غرب شروع شد پارلمان کانادا سپاه پاستران را تروریستی اعلام کرد بریتانیا و استرالیا به زودی اعتراف فرمانده رد بالا به نقش خامنه در سرکوب زنان وحشت حکومت از فوران خشم مردم اما قبل از مشروع این اخبار ویدیوی ببینید از شاکر بوری هنرمند منتقد نظام که ویدیوی جدید در ارتباط با ممنوعیت تحویل دارو به زنان بد هجاب منتشر کرده است. نه عزیزم ما دارو رو طبق هجابشون به داروخونه ها میدیم نه نیازشون. آها شاید داروخونه ای که پوششش مورد پسند ما نباشه نیاز دارویش بیشتر باشه مهم نیست سعی کنید که پوششتون رو با نیازاتون بالانس کنید و این پوششیه که همه داروها بهش تعلق میگیره تازه یه بسته جلوفن بهش اشانتیوم میدیم این پوشش همه داروها بهش تعلق میگیره ولی دیگه او اشانتیوم جلوفنه بهش نمیدیم ای پوشش فقط مسکنا بهش تعلق میگیره با مسهل ها ای پوشش فقط یه قدس نعنایی یه شیاف یه چسب زرقی، بسته کاندوم یه نواد به داشتی همیزی ای پوشش تازه زخیره داریش هم ازش میگیم هچی داره و به جاش شیاف داری. شیاف داری؟ نه ای شیاف او شیاف خودمونم واسط کار میدازم همیزیه اما قبل از مشروع این اخبار از شما یاران کانال میخوایم همین الان ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. دومینوی سقوط سپاه در غرب شروع شد. پارلمان کانادا سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرد. بریتانیا و استرالیا به زودی. اعضای مجلس عوام کانادا عصر چهارشنبه به اتفاق آرا از افزودن نام سپاه پاسداران به فهرست رسمی این کشور از سازمان های تروریستی خارجی حمایت کردند. به گزارش رسانه های کانادایی این ترک از سوی کمیته قضایی مجلس عوام به صحنه رای شد با سی 327 رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالفی به تصویب رسید. مجلس عوام کانادا از دولت این کشور می خواهد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در کلیتان به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناسایی کند. منابعی در غرب به رسانه ها گزارش دادند که بعد از این اقدام مهم پارلمان کانادا، مجلس بریتانیا و استرالیا نیز رأی به تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران در کشورهایشان خواهند داد. این اقدامات بسیار مهم می تواند شروع دومینوی سقوط مشروعیت سپاه در غرب باشد. شناسایی سپاه به عنوان یک تشکیلات تروریستی یکی از خواسته اصلی مخالفان حکومت ایران از کشورهای غربی است که اخیرا بیشتر بر آن تاکید شده است. به دنبال اعتراضات سراسری سال 1401 در ایران، ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور این خواسته را همواره در تجمعات اعتراضی خود مطرح کردند. تقریبا اغلب مخالفان دموکراسی جمهوری اسلامی معتقدند یکی از اصلی ترین گزینه های غرب برای حمایت حداکثری از مردم ایران در مقابل سرکوبگری های جمهوری اسلامی قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی اروپا و بریتانیا است سپاه پاسداران از یک سو بر اقتصاد ایران و سیاست خارجی جمهوری اسلامی تسلط دارد و از سوی دیگر طبق اساسنامه اش اصلی ترین مسئولیت حفظ نظام جمهوری اسلامی است بنابراین در همکاری با نیروی انتظامی موتور محرکه ماشین سرکوب نظام است بسیاری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران علاوه بر اینکه در تراحی و سرکوب میدانی مردم در اعتراضات نقش مستقیم داشتند در سپاه قدس نیز سابقه دخالت در جنگ داخلی سوریه عراق لبنان و یمن را هم دارند سرآمد آنها قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه حسین حمید. و سعید سیاه تاهری هستند که در سوریه کشته شدند. بسیاری از فرماندهان میدانی و نیروهای عضو سپاه قدس نیز سابقه مشارکت در سرکوب اعتراضات در داخل ایران را دارند. تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران در آمریکا در زمان دونالد ترامپ زمینه محدودتر شدن فعالیت‌های اقتصادی این تشکیلات را فراهم کرد و دست آمریکا و اسرائیل را برای تنبیه سپاه باز گذاشته. کشته شدن قاسم سلیمانی و فرماندهان وابسته به سپاه قدس و افزایش حملات اسرائیل به پایگاههای سپاه پاسداران و همچنین حذف فیزیکی آنها در داخل ایران و سایر کشورهای منطقه نتیجه آن بود. نادیده گرفتن های جمهوری اسلامی و آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران توسط های غربی با هر هدفی در عمل به تامین مالی سپاه پاسداران و گروههای نیابتی و در نتیجه گسترش تروریسم کمک کرده و میکند حضور قاسم سلیمانی و سایر سر داران سرکوبگر سپاه در خط اول جنگ سوریه و در نوک پیکان مقابله با اسرائیل انگیزه مضاعف پیاده نظام حکومت برای سرکوب مردم در داخل ایران بود بسیاری از سپاهی ها که در سرکوب دخالت داشتند سابقه جنگ در سوریه به عنوان مدافع حرم را داشتند بسیاری از نیروهای سرکوبگر بعدها عضو سپاه قدس شدند شمار زیادی از اعضای سپاه قدس در رده های فرماندهی و میانی نیز در سرکوب اعتراضات نقش مستقیم داشت بنابراین حذو هر کدام از آنها علاوه بر اینکه مقابله با تروریسم است ضربه به ماشین سرکوب مردم ایران توسط نظام نیز هست اما در میان تمام آنها قاسم سلیمانی جایگاه ویژه‌ای داشت و حذو او برای حکومت بسیار گران تمام شد در جریان خیزش ضد حکومتی سال 1401 که حدود شش ماه خیابانها در سراسر سر کشور کارزار روی, روی مردم با سرکوبگران بود حدود 500 نفر کشته شدند آمار نشان میدهد که در نبود قاسم سلیمانی و شمار زیادی از فرماندهان و نیروهای ارشد سرکوبگر که در منطقه کشته شدند یا به اشکال مختلف حذو فیزیکی شدند تیغ سرکوب کنتر شده است چکاندن ماشه و شلیک به مردم عادی حتی از سوی پرسنل نظامی و انتظامی کار راحتی نیست اما برای شماری از مزدوران حکومت آسان است بسیاری از آنها که دستشان به خون آغشته است قتل مردم را در سوریه تمرین کردهاند قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی اروپا و بریتانیا مجرای تامین مالی این تشکیلات را برای دسترسی به تجهیزات جاسوسی و شنود تجهیزات شکنجه و اعترافگیری دوربین های رصد شهری انواع باتوم و اسلحه های ساچمه و تجهیزات موتوری و ماشین کلک مردم ایران به کار میگیرد محدودتر میکند همچنین تامین قطعات و تکنولوژی های مربوط به ساخت انواع موشک و پهباد را که علیه نیروهای آمریکایی در منطقه یا علیه سایر کشورها مثل اوکراین و اسرائیل استفاده می شوند سخت تر می کند. اعتراف فرمانده رد بالا به نقش خامنهای در سرکوب زنان وحشت حکومت از فوران خشم مردم همزمان با افزایش گزارش ها مبنی بر برخورد خشونت آمیز ماموران گشت ارشاد با زنان و دختران در سطح شهرهای ایران علی محمدیان رئیس پلیس پایتخت طرح نور را شاه بیت ماموریت های پلیس توصیف کرد محمدیان روز چهارشنبه 19 مردی بهش ماه در جلسه هدایت سیاسی که با حضور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و جمعی از فرماندان و کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد به ماموران و کارکنان حاضر در این طرح توصیه کرد که سعی صدر خود را بالا برده و تلاش کنند که بهتر از قبل ماموریت خود را به انجام برسانند او مشخص نکرد که منظورش از تلاش برای انجام بهتر ماموریت به چه معناست او تاکید کرد که این طرح پس از سخنان علی رهبر جمهوری اسلامی در دستور کار پلیس قرار گرفته است مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابانهای ایران از روز شنبه 25 فروردین ماه برخورد خشن با زنان مخالف اجاب اجباری و مردان حامی آنها را دوباره آغاز کردند شدت عمل نیروی انتظامی و لباس شخصی در برخورد با زنان مخالف اجاب اجباری به ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز بر است این در حالی است که معاون وزیر کشور ایران با دفاع از دور جدید تحمیل هجاب اجباری از سوی نیروی انتظامی ادعا کرد که از زمان آغاز دور تازه برخوردها در اواخر فروردین ماه حتی یک مورد اعتراض به این طرح و به پلیس به عنوان مجریان وجود نداشته است سازمان عفو بین الملل با انتشار نامه‌ای خواستار پایان جنگ جمهوری اسلامی علیه زنان و لغو قانون هجاب اجباری در ایران شد این نهاد حقوق بشر روز سهشنبه 18 بهش ما در این نامه سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی و مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به جنبش زن زندگی آزادی تاکید کرده است مقامات جمهوری اسلامی علیه زنانی که از قانون حجاب اجباری در این کشور سرپیچی می جنگ به راه انداخته است در همین ارتباط رئیس انجمن جامعه شناسی ایران از وجود فاصله و شکافی عمیق میان ایدولوژی و هنجارهای حاکمیت با مردم گفت و تاکید کرده. جمهوری اسلامی در پروژه تحمیل سبک زندگی دلخواهش و حجاب اجباری بارها باخته است اما از آن عبرت نمیگیرد و در برگرداندن اوضاع به قبل از اعتراضات 1401 دوباره شکست میخورد سعید معیدفر روز شنبه 15 مردیبهشت ماه در گفتگو با پایگاه خبری جماران به از دست رفتن قدرت کنترل جمهوری اسلامی بر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و سبک زندگی شهروندان اشاره کرد به گفته او جمهوری اسلامی به طور ویژه در سه چهار سال اخیر بی توجه به تبعات اجتماعی میکوشد کوشد سیاست ها، کنش ها و برنامه ریزی هایش را پیش ببرد و مانند حکومت های ایدولوژی که دیگر جهان پروژه یک دستسازی را اجرایی کند. رئیس انجمن جامعه شناسی ایران به سراحت تأکید کرد که این پروژه در راستای از به این بردن سبک زندگی دلخواه مردم در همه جا شکست خورده است. این در حالی است که به گفته معید حکومت بدون درس گرفتن است تاریخ و تجربه های مشابه پیشین با تمام قوا زور و فشار از بالا تلاش می‌کند یک دستسازی را در جامعه برقرار کند او در همین زمینه به تجربه مواجهه جمهوری اسلامی با خیزش انقلابی ایرانیان و اعتراضات سال 1401 اشاره کرد و گفت در آن زمان دیدیم که چقدر دردسر برای حکومت ایجاد و چقدر خسارت به مردم وارد شد روی شرایط اقتصادی و ثبات کشور در عرصه بین المللی هم تاثیر گذاشته اما با درس درس نمیگیرند و میخواهند دوباره تکرارش کنند جماران در بخش دیگری از این مصاحبه به نقل از معید فرنوشت هر روز جامعه از سبک زندگی دلخواه سیستم رسمی فاصله بیشتری می گیرد و هر روز فاصله و شکاف های عمیق تری بین ایدئولوژی ارزشها و هنجارهای حاکمیت با مردم می بینیم. اما در عین حال جمهوری اسلامی از این ماجراها عبرت نمیگیرد رئیس انجمن جامعه شناسی ایران اتفاقات سال 1400 یک را نتیجه جدی این رویارویی ها خواند و گفت قطعا این بار می تواند در ابعاد خیلی وسیتر اتفاق بیفتد یعنی شاید بعد از یک مدتی فکر می کنند همه چیز آرام شده است و سکوت است و دوباره شروع کنیم به نظر میرسد یک نوع فراموشی در حکومت وجود دارد به گفته معیدفر در دنیای جدید خورده فرهنگ های متفاوت کنار هم همزیستی مسالمت آمیز دارند اما جمهوری اسلامی نمیخواهد این را بپذیرد او ادامه داد بخش عظیمی از مردم به شدت با ارزش‌های مسلط و هنجارهایی که حکومت می‌خواهد القا کند در تضاد و تزاحم قرار گرفتند در مواجهه حاکمیت یا باید با ارزش‌های جامعه همراه یا با آن درگیر شود به اعتقاد معیدفر جمهوری اسلامی راه درگیری را انتخاب کرده که قطعا در آن شکست می‌خورد که هم آسیب جدی به خودش و هم خسارتی سنگین به جامعه وارد می‌کند او در این حال تاکید کرد تغییر ارزش‌ها پنجارها و تنوع فرهنگی جامعه به اندازه نهادینه شده است که حتی دیگر شیوه های نرم هم در تغییر آنها جواب نخواهد داد یاران و همراهان عزیز به پایان این بسته خبری رسیدیم فراموش نکنید تیم خبری ما با تلاشی شبانه روزی سعی در ارائه بهترین و با کیفیت ترین بسته های خبری به شما عزیزان رو داره با لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در بخش کامنت های این ویدیو یاری رسان تیم تحریریه کیوسک باشید شب بر همگی خوش پاینده ایران